آقا تو این ویدیو میخوام یادتون بدم زمانی که رقیب شما رو از پشت گرفت چجوری بزنید زمین که دیگه بلند نشه. به همین راحتی. چیکار میکنیم؟ یادتون باشه توی ویدیوهای قدیم بهتون گفتم سرشاخ میشید با رقیب رد میکنه میاد از پشت شما رو میگیره. چندین مدل تکنیک به شما گفتم. الان یه مدل دیگه است. رقیب حمله کرد من از پشت گرفت. اینجا کاری که میکنیم چیه؟ دستای مخالف دست چپ روی دست راست رقیب میگیره یا دست راست روی دست چپ رقیب. گرفتم. یه دست از زیر بازو یا از زیر کت میاد مچ دست خودم میگیره. چندین مدل بهتون گفتم چجوری در بیاید، چیکار کنید، خالی کنید، نمیدونم از ایور حالت کیمورا بزنید، جفت دست خالی کنید، برید پایین. اومدم دست رقیب گرفتم. میخوام ضربه رو بهش بزنم. اگه بخوام ضربه رو کامل بزنم باید پام از روبروی پای رقیب به سمت بیرون خارج بشه تا بتونم ضربه رو بزنم. اگه نکنم رقیب پاش میاره میذاره جلو نمیذاره من بزنم. از این ور منو به سمت زمین میزنه. من میخوام چیکار کنم؟ دست گرفتم، مچ دست خودم هم گرفتم. دست راست به سمت چپ خودم میکشونم، دست چپ باشه به سمت راست خودم میکشونم. پا رو گذاشتم. همون حالت میذارم زمین. تکنیک تموم نمیشه، تکنیک ادامه داره. میرم خالی میکنم. حالا من میگم چون ویدیو آموزشی من یواش میذارم. همینجا دست ول نمیکنم. میخوام روی رقیب. دست دور گردن. اون دستی که گرفتم میذارم بین دو تا پام. یه چی حالت آرمبار بهش فشار میارم، پامو جمع میکنم. دیگه اینجا یه دست رقیب از کار افتاده. از اونور آره میتونه حمله کنه، ضربه به من بزنه، ولی من میتونم جمع شم کنار، از اینجا به گردن فشار بیارم، ضرباتمو وارد کنم. این سمت راست بود، بیا اینور. اینم باز به همین شکل اووردم اینور، اووردم از اینور، ضربه رو میزنم، دوباره میخوابم، نگه میدارم، ضربات وارد میکنم. خیلی مهمه بهتون گفتم پا از روبروی پای رقیب به سمت بیرون بره، وگرنه نمیتونید تکنیک کامل بزنید. هر جوری بزنید رقیب باتون میتابه. حالا میخوام اینو دفاع کنم. گفتم دفاع چجوریه؟ رقیب گرفتم، دست منو گرفته، من پام اینجوریه، رقیب میخواد منو بزنه زمین، تا میاد منو به تابونه زانو رو میخوابونم، به سمت زمین میشینم، از این رقیب به سمت زمین میزنم. چرا؟ تکیهگاه پشت ضعیفه، تکیهگاهش به سمت جلو الان اومده، به سمت پشت ضعیفه. بریم یه نگاه، برو. نشستم، تا میاد دستم میکشونه من میتابم به سمت زمین میزنمش. اینجا تکنیک های دیگه رو میتونیم اجرا کنیم، چه مربیتون گفته باشه، توی لئوپارد آکادمی دیده باشید تکنیک های گفتیم روی زمین کیمورا بزنید، آرمبار بزنید، نمیدونم تریانگل کنید، گیوتین کنید، تکنیک های بیشماری روی زمین میتونید اجرا کنید. اینجا هم میتونید ادامه بدید، تکنیک تموم نمیشه، روی زمین ادامه بدید. و بهتون گفتم یار تمرینی مشخص داشته باشید تا زمانی که تکنیک حرکت و تمامی تکنیک ها رو توی بدنتون نشسته باشه و ملکه ذهنتون شده باشه. بعد از اون یار تمرینی رو عوض کنید تا با شیوه های مختلف فایت و فایتر آشنا بشید، وگرنه تا یاد نگرفتید هر سری با یکی باشید ذهنتون آشفته میشه، ممکنه قاطی کنید چیکار کنم چیکار نکنم، هر سری مربی رو صدا کنید. ولی زمانی که مثلا من با یار تمرینیم یحیی همیشه تمرین میکنم، اگه یه نفر دیگه هم بیاد باز باهاش انجام میدم، چون دیگه توی بدن ما دو نفر نشسته. این تکنیکو حتما انجام بدید، به تعداد زیاد تا توی بدنتون بشینه و با امید که اینکه توی مسابقات به کارتون بیاد. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.